خانه نو آرام. الله سبحانه و تعالی وصف خانه را در قرآن کریم خیلی زیبا وصف کرده است. همچنان که فرمود و الله از خانه هایتان برای شما جای سکونت ساخت. سوره نحل آیه 80. و اصل خانه شخص مسلمان خانه است که در آن سکونت، آرامی، گرمی و راحت است. مگر خطرناکترین خانه ها خانه است که اهل آن سکونت و آرامی نداشته باشند. و آن خانه است که در آن همیشه بین اهل عائله سختگیری و بحث و جدال وجود داشته باشد. و سبب گرم شدن مشکلات ها در خانواده ها دیده می شود که ضدیت آنها با هم دوامناک است و همیشه از آن خانه آوازهای بلند و فریادهای ناگهانی شنیده می شود. اگر یک روی گرداند دیگری نیز روی می گرداند و به هر زن و شوهر ضرور است که با یک دیگر بگویند بیا با هم به آرامی و با آواز پس مصلحت بکنیم، زیرا احترام یک دیگر از حیا است و حیا از ایمان است. و به ما چی شده است که همیشه یک دیگر فهمی نداریم؟ در اصل بین ما به همدیگر رحم کردن و بخشیدن پیدا باشد. چی می شد که ما همیشه با یک دیگر گمان نیک می کردیم و پیش از آن که یک سخن را رد بکنیم برای چی اول فکر نمی کنیم که ضرر حقیقی در کجا است؟ اگر ما همیشه به حالت خود راضی باشیم و آن را با فرزندان خود تعلیم بدهیم تا آنان نیز نظر به نفهمی و ناآرامی و شکایت های دائمی قناعتمند و راضی باشند. بنابراین همه این بعد توفیق الله سبحانه و تعالی در دست خود ما است. یک خانه بسازیم که آن خانه خانه آرام و سکینه و مکان راحت و امتنان قلب و نزول رحمت باشد.